دکتر حسین یزدی در سال 1313 به دنیا آمد. حسین جوان در اوایل دهه 30 به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران در میآید و اولین بار در 1331 به واسطه فعالیت‌های تشکیلاتی دستگیر و زندانی می‌شود. حسین یزدی در آن سالها به عنوان مترجم رادمنش دبیر کل وقت حزب توده به فعالیت حزبی ادامه می‌دهد و سپس در سمت‌های مترجم رضا روستا و فعالیت در شورای مرکزی به اسناد درون حزبی دسترسی پیدا می‌کند. به دنبال این مسائل و وقوع برخی اختلافات شخصی، دکتر حسین یزدی به اهداف ضد ایرانی حزب توده پی میبرد. وی برای دوری از محیط تحت کنترل تشکیلاتی راهی آلمان میشود و در آنجا همکاری خود را با ساواک آغاز میکند. دکتر حسین یزدی در زمان اقامتش در آلمان شرقی به بهانه فعالیت‌های جاسوسی علیه کمونیست‌های ایرانی دستگیر و به بیش از 16 سال زندان محکوم میشود. سپس با تلاش دولت شاهنشاهی ایران از زندان باتن آلمان شرقی آزاد و راهی ایران شد. وی پس از 23 سال اقامت در آلمان شرقی به ایران باز می‌گردد و بعد از ملاقات با پادشاه و دیدن پدرش به فعالیت ضد توده‌ای خود ادامه می‌دهد. با وقوع فاجعه ملی 1979 بهمن 57 دکتر حسین یزدی به خارج از ایران می‌آید و فعالیت‌های خود را علیه فاشیسم مذهبی پیگیری می‌کند. سالهای اخیر دکتر حسین یزدی بیشتر در عرصه روزنامه نگاری آلمان فعالیت داشته و به انعکاس خبرهای ایران در مطبوعات آلمان اهتمام داشت. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات کنفرانس اروپایی خود را تحت عنوان ایران همه ی آن چیزی است که داریم در سال 1398 با بزرگداشت خدمات ملی و میهنی دکتر حسین یزدی برگزار کرد. شهبانو فرح پهلوی هم در پیامی که در کنگره خوانده شد از خدمات وطن پرستانه دکتر حسین یزدی تجلیل و قدردانی کردند. روانشاد دکتر حسین یزدی 7 دوره عضو شورای مرکزی و 1 دوره رایزن مطبوعاتی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات بودند. دکتر حسین یزدی در بامداد جمعه 17 بهمن 1399 5 فوریه 2021 چشم از جهان فرو بست.